به نام خدا و عرض سلام به خبر آمو خوش آمدید. سرخط خبرها. ادامه واکنش ها بعد تیرباران 14 باشنده هزاره دایکندی. عفو بین الملل میگوید این حمله بخش از حمله های قصدی و نظامند در برابر هزاره هاست. بهانه های مختلف مردم ما را برگبار میبندند و شهید میکنند. امیدوارم که جامعه جهانی این نسل کشی را به رسمیت بشناسد و به داد مردم و اقلیت افغانستان و مردم افغانستان برسد. انتقاد تند آصف درانی از سیاست های طالبان. فرستادی پیشین پاکستان برای افغانستان که تازه برکنار شده است، سیاست های طالبان را قبیله‌ای و عملکردهایشان را اسلام حراسی گفت. سازمان همکاری اسلامی با توافق آرا از آنان خواسته است که حق آموزش دختران و اشتغال آنان را بازگردانند. بنابراین شما کدام نمونه اسلام را ارائه می کنید؟ بررسی طرح اخراج مهاجران افغانستان از ایران. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از بررسی اخراج مهاجران افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. مهاجران اما خواهان لغو این بررسی ها هستند. فعلا کارت های بانکی، سیم کارت و حتی برگه های سرشماری که داشتن باطل شده و دیگه نمیتونن از اونا استفاده کنن. و حمله موشکی حوثی ها بر اسرائیل. ارتش اسرائیل میگوید این موشک به یک منطقه باز برخورد کرده و تلفات نداشته. این عملیات با موشک بالستیک مافوق صوت جدید انجام شد که توانست به هدف خود برسد. با سامانه های پدافندی دشمن موفق به راهگیری و مقابله نشدند. امروز یک شنبه 25 سال 1403 هجری خورشیدی که برابر است با 15 سپتامبر سال 2024 میلادی. به خبر آمو خوش آمدید. من نازیه هاشمی هستم. عفو بین الملل در واکنش به تیرباران 14 غیر نظامی هزاره در دایکندی بر نیاز اقدامهای لازم برای محافظت از جامعه هزاره در برابر آسیب‌های بیشتر تاکید می‌ورزد. این سازمان گفته این حمله بخش از حمله‌های قصدی و نظامند در برابر هزاره هاست. عفو بین الملل گفته که کشتار اخیر غیر نظامیان هزاره یادآور هزینه مافیت از مجازات در افغانستان و نیاز جامعه جهانی برای ایجاد یک راهکار رسیدگی به نقض‌های حقوق بشری است. همزمان با این برخی نهادهای حقوق بشری حمله ها بر هزاره ها و اهل تشیع در افغانستان را نسل کشی و مصداق جنایت در برابر بشریت خوانده و بر پاسخگو قرار دادن عاملان آنها از سوی جامعه جهانی پافشاری کرده اند. بیشتر در این گزارش. پنجشنبه هفته گذشته 14 غیر نظامی هزاره که اهل دایکندی بودند تیرباران شدند. داعش مسئولیت این کشتار را گرفت. این حمله بر غیر نظامیان با نکوهش های گسترده از درون و بیرون افغانستان روبرو شد. در تازه ترین مورد عفو بین الملل گفته عاملان این حمله باید به گونه فوری به دست عدالت سپرده شوند و اقدام های مورد نیاز برای محافظت از جامعه هزاره در برابر آسیب های بیشتر اتخاذ شود. این سازمان افزوده که این حمله بخشی از الگوی گسترده تر حمله های عمدی و نظاممند در برابر جامعه هزاره هاست. از مکان های مذهبی تا آموزشگاه ها، بیمارستان ها و دیگر مکان های عمومی. بهانه های مختلف مردم ما را برگبار می بندند و شهید می کنند. امیدوارم که جامعه جهانی این نسل کشی را به رسمیت بشناسد و به داد مردم و اقلیت افغانستان و مردم افغانستان برسد. اگر نه این فاجعه دامن همه مردم افغانستان را میگیرند و همچنین سیستماتیک ادامه دارد. پنج جنبش اعتراضی زنان هم در افغانستان در یک بیانیه مشترک گفتند که تیرباران اخیر غیر نظامیان نشان دهنده دوام سیاست های نسل کشی و تبعیض در برابر هزاره ها با شدت و قساوت است. این جنبش ها گفتند که از بین بردن هزاره ها جنایت در برابر بشریت است و نیازمند توجه جامعه جهانی و نهادهای بشری به آن.
ما دیگر سکوت را تحمل نخواهیم کرد. وقت آن رسیده است که جهان در برابر این جنایات هولناک بیدار شود و پاسخ قاطع دهد. در این میان گروهی از فعالان حقوق بشر که خود را کنشگران حقوق بشر افغانستان می‌خوانند در واکنش به حمله بر غیر نظامیان در دایکندی گفتند که زیر حاکمیت طالبان ده‌ها حمله ساختارمند، هدفمند و مسلحانه در برابر هزارها صورت گرفته که مصداق جنایت در برابر بشریت است و نسل کشی. این کنشگران تاکید کردند که در کنار حمله ها بر هزاره ها، محدودیت ها و وضع شرایط از سوی طالبان بر این مجموعه به هدف حذف هزاره ها صورت می گیرد، شبیه لغو قانون احوال شخصی اهل تشیع، حذف فقه جعفری از نصاب تحصیلی و برخی دیگر اقدام های از این دست. نسل کشی هزاره ها بیش از یک قرن است که ادامه دارد و هر بار هزاره ها به خاطر قومیت و مذهبشان در مکاتب، مساجد، شفاخانه ها و در حین مراسم مذهبیشان در شهرها و دهات مورد حمله و نسل کشی قرار می گیرند. با این حال در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان هزاره ها به گونه پیهم مورد حمله های مرگبار قرار گرفتند، از حمله های انفجاری و انتحاری تا تیرباران. مسئولیت بیشتر حمله ها را داعش به عهده گرفته است، در حالی که طالبان حضور، فعالیت و تهدید داعش در افغانستان را انکار می کنند. اما ملل متحد می گوید این گروه اهل تشیع افغانستان را همچون هدف دنبال می کند. آصف درانی فرستادی پیشین پاکستان برای افغانستان در نخستین مصاحبهش پس از برکناری به طالبان تاخت و سیاست‌های آنان را قبیله‌ای خوانده و تلویحی گفت عملکرد طالبان تقویت کننده اسلام حراسی خوانده شد. او در بخش از این گفتگو تاکید کرد طالبان با اصولهای حکومتداری آشنا نیستند و روی مسئله رسمیت شناسی آنان باید از منطق هم کار گرفته شود. درانی در مورد مسئله رسمیت شناسی طالبان همچنان تاکید کرد که در دوره نخست طالبان هرچند 3 کشور طالبان را به رسمیت شناخته بود، اما این رسمیت شناسی مانع رویداد 11 سپتامبر نشد. طالبان تا هنوز در مورد این گفته های آقای درانی موضع گیری رسمی نداشتند. بیشتر در گزارش از میلاد سیار. انتقاد کم پیشینه در پایان یک ماموریت دیپلماتیک ظاهراً پرتنش. آصف درانی فرستاده پیشین پاکستان برای افغانستان در نخستین گفتگو پس از برکناری ظاهراً خیلی تهاجمی به طالبان تاخت. او در گفتگو با کانال یوتیوب سالون سفیر یا امباسادر لانچ سیاست طالبان را یک سیاست قبیله‌ای خوانده و تلویحی تاکید ورزیده اقدام‌های طالبان با کارگیری از نام اسلام به باور او وحشتناک است. سازمان همکاری اسلامی با توافق آرا از آنان خواسته است که حق آموزش دختران و اشتغال آنان را بازگردانند. بنابراین شما کدام نمونه اسلام را ارائه می کنید؟ بنابراین مشکل اینجاست که شما در یک جزیره نما زندگی نمی کنید و شما نمونه از اسلام را ارائه می کنید که با معذرت پیش از پیش اسلام حراسی در جهان وجود دارد. نمونه که اینها ارائه کردند یک نمونه وحشتناک خواهد بود. او در بخش دیگر این گفتگو می گوید که طالبان با اصول حکومتداری ناآشنا هستند. در مسئله رسمیت آنان باید از منطق کار گرفته شود. با گفته آقای درانی در دوره نخست طالبان 3 کشور به شمول پاکستان آنان را به رسمیت شناخته بود، اما این رسمیت شناسی نتوانست از رویداد 11 سپتامبر جلوگیری کند. او همچنان میگوید باور ندارد که طالبان امروزی با طالبان دیروزی فرق زیاده داشته باشند، جز این که طالبان امروز به رسانه ها دسترسی دارند. ما سوابق به رسمیت شناسی داریم. 3 کشور این کار را انجام دادند. چی شد؟ چه اتفاقی به وجود آمد؟ آیا جلو وقوع 11 سپتامبر را گرفت؟ آیا خو و خصلت طالبان تبدیل شد؟ بنابراین گفتگوها در مورد این جریان دارد. گفتگوها یک چیز خوب است که باید باشد. در کنار آن باید منطق هم وجود داشته باشد.
آصف درانی در سال پار خورشیدی از سوی اسلام آباد در حال همچون فرستاده ویژه پاکستان برای افغانستان تعیین شد که بعد دنبال برگشت طالبان به قدرت. مقام های پاکستانی پیوسته از افزایش تحرک ها و حمله های تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان خبر دادند. اسلام آباد در چندین مورد اعلام کرد که تی تی پی از خاک افغانستان بر ضد پاکستان کار می گیرد، هرچند که طالبان این گفته ها را بی بنیاد و بدور از واقعیت گفتند. اما در این یک سال پسین روابط میان طالبان و پاکستان به گفته تحلیلگران به شدت به سردی انجامیده که حتی دست کم در 5 ماه پسین هیچ سفر سیاسی در سطح بلند میان مقامهای پاکستانی و طالبان صورت نگرفته است. طالبان تا هنوز در مورد این گفته های تازه آصف درانی موضع گیری رسمی نداشتند. با این همه تا هنوز مشخص نشده که اسلام آباد آیا چهره تازه را همچون فرستاده ویژه پاکستان برای افغانستان معرفی خواهد کرد یا هم روابط دیپلماتیک خود را در سطح کاردار یا سرپرست سفارت حفظ خواهد کرد. خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان با آن که در فهرست تحریم های ملل متحد قرار دارد به روسیه سفر کرده و با برخی مقام های این کشور دیدار و گفتگو کرده است. افزون بر این وزیر فرهنگ طالبان برخلاف قانون امر به معروف طالبان که صدا و صورت زنان را عورت دانسته است با یک مقام زن روسی نیز دیدار و گفتگو کرده است. شهروندان کشور و فعالان حقوق بشر در کنار انتقاد از رویکرد طالبان در برابر زنان و دختران در افغانستان از کشورهای جهان می‌خواهند که به جای میزبانی از مقام‌های تحریم شده طالبان آنان را به میز عدالت بکشانند. بیشتر در این گزارش. سفر پرآشیه وزیر فرهنگ طالبان به روسیه. خیرالله خیرخواه وزیر فرهنگ طالبان با آنکه در فهرست تحریم‌های ملل متحد قرار دارد به روسیه سفر کرده و با برخی از مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو کرده است. هدف این سفر نیز تقویت روابط دو جانبه طالبان با روسیه گفته شده است. خاغلی خیرخواه صاحب دغه ډول فرهنګي ناستې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره مهم وبلل او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي او لاسي صنایعو نندارتونونو په جوړولو ټینګار وکړ او د فرهنګونو په پیژندنه او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې توریزم صنعت رول هم مهم وبلل. شهروندان کشور در واکنش به میزبانی روسیه از وزیر تحریم شده طالبان از جهان میخواهند که به جای میزبانی از مقام های طالبان آنان را به میز عدالت بکشانند. خواست ما از سازمان ها و کشورهایی که همراه افغانستان همکاری میکند این است کسایی که جنایت کردن، قتل کردن باید به اونا اجازه سفر داده نشه، دست به هم همراهشان داده نشه، همکاری صورت نگیره و باید عدالت تامین شود. خواست ما از جامعه جهانی این است که با مجرمین ملل متحد برخورد قانونی داشته باشد. آنان که در لیست سیاه ملل متحد قرار دارند با آنها اجازه سفر ندهند. سفر وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان آشیه های دیگر نیز داشته است. تصاویر نشان می‌دهند که این مقام بلندپایه طالبان برخلاف قانون امر به معروف طالبان که صدا و صورت زنان را عورت دانسته و دیدار با زنان بیگانه را نیز ممنوع اعلام کرده با یک مقام زن روسیه دیدار رودرو داشته است. دیدار وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان با یک مقام زن روسی با واکنش‌های نیز روبرو شده است. متاسفانه که ترورستان طالب با ترفندهای کاذب قبیلوی که دارن دین را به مسخره گرفته و هو را مردم را از دین بیزار و گریزار می سازن. در این اواخر دیده میشه که یکی از مقامای بلند رتبه از این ترورستا با زنان روسی نشسته و گفتگو دارن. آیا دین تنها بر زنها خلق شده یا بر شما؟ بر شما حورت نیست؟ شما گناهکار نمیشین که با زنای نامحرم دید و بازدید میکنیم؟ وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان شامل در فهرست سیاه ملل متحد در حال به روسیه سفر میکند که پیش از این وزیر خارجه، وزیر داخله، رئیس استخبارات، وزیر حج و اوقاف، ملا حسن آخوند رئیس وزیران طالبان و عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران طالبان به امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و ترکمنستان سفر کردند. آنچه که به باور شهروندان کشور نمادین بودن تحریم‌های ملل متحد را نشان می‌دهد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از بررسی طرح سازماندهی مهاجران افغانستان در مجلس این کشور در روزهای نزدیک خبر می‌دهد. ابراهیم عزیزی رئیس این مجلس می‌گوید که این طرح پس از طی مراحل مجلس شورای اسلامی اختیارات را به دولت ایران درباره مهاجران افغانستان خواهد داد. همزمان با این خبرگزاری مهر ایران از زبان والی کرمان نگاشته است که مکتب‌ها حق ثبت نام دانش آموزان بدون سند را ندارند. از سوی هم برخی از مهاجران در ایران از دولت این کشور می‌خواهند تا روند اخراج مهاجران افغانستان را از این کشور متوقف کند. ایران برنامه در پیش گرفته که تا پایان سال هجری خورشیدی 2 میلیون مهاجر افغانستان را از این کشور اخراج کند. برنامه‌ای که عملی شدن آن پس از روی کار آمدن دولت رئیسی بالا گرفته است. حالا برای عملی شدن آن مجلس ایران قرار است سر ساماندهی مهاجران افغانستان را به بررسی بگیرد. تا هنوز جزئیات این طرح همگانی نشده است. خبرگزاری صدا و سیمای ایران از زبان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه ایران نگاشته است که مجلس در موضوع مهاجران افغانستان حساس است. او هشدار داده که هر گونه کمکاری در روند اخراج مهاجران خارجی غیرقانونی با برخورد جدی روبرو خواهد شد. دولت ایران بارها ارقام متفاوتی از حضور مهاجران افغانستان در ایران پخش کرده است. همزمان به دنبال منع فروش نان از سوی خبازی‌ها در بخش‌های از کرمان، حالا محمد مهدی فداکار والی کرمان اعلام کرده است که مدیران مکتب‌ها اجازه ثبت نام دانش آموزان پناهجوی غیرمجاز را ندارند. او هشدار داده است که در صورت ثبت نام دانش آموزان غیرمجاز با مدیران متخلف برخورد خواهد شد. حالا برخی از فعالان حقوق بشر افغانستان در ایران از دولت این کشور می‌خواهند تا اخراج مهاجران افغانستان را که به دلیل تهدیدهای امنیتی به این کشور پناه آوردند متوقف کند. از 3 سال بدین سو بیشتری از افغانای ما که مجبور به ترک کشور شدن و به کشور ایران پناه آوردن به خاطر تهدیدات جانی و امنیتی که کشور ایران از اوایل چالش و مشکلات های زیادی را برای ما وضع کرد، اما در این اواخر طرح اخراج اجباری و محدودیت های زیادی وضع کرده. از سازمان ملل و جامعه مدنی خواستمایی است که با دولت ایران صحبت کنه و یک راهکار جدی به خاطر علی مشکل به وجود بیاره. فعلا کارت های بانکی، سیم کارت و حتی برگه های سرشماری که داشتن باطل شده و دیگه نمیتونن از اونها استفاده کنن و دولت گفته تا اخیر امسال حق زندگی در ایران دارن و بعد سفری شدن سال باید دوباره به افغانستان برگردن، که این یک تهدید جدی برای خیلی از افغانایی هست که در ایران زندگی میکنن. برخی از مهاجران افغانستان در ایران میگویند که با گذشت هر روز دولت ایران قوانین سختگیرانه تری را در برابر آنان وضع میکند. آمارها نشان می‌دهند که در ماه‌های پسین روند اخراج مهاجران افغانستان از ایران گویا افزایش بوده است. در تازه‌ترین مورد خبرگزاری باختر زیر اداره طالبان گفته است که دیروز شنبه 36 خانواده از مرزهای اسلام قلعه و پل ابریشم به کشور برگشتانده شدند. امروز برابر است با روز جهانی مردم سالاری. دبیر کل ملل متحد در پیامی به مناسبت این روز گفته است که 15 سپتامبر فرصت برای تقویت آزادی بیان، آزادی های مذهبی و حاکمیت قانون است. اما شمار از شهروندان کشور میگویند که در افغانستان از تمامی این آزادی ها محروم هستند و زنان و دختران حتی به حقوق نخستینشان نیز دسترسی ندارند. پانزدهم سپتامبر از سوی ملل متحد روز جهانی مردم سالاری نامگذاری شده است. شعار امسال اما هوش مصنوعی است. ابزاری که ملل متحد گفته است برای حکومت داری خوب استفاده می شود. ملل متحد به مناسبت این روز می گوید که 15 سپتامبر فرصت برای پشتیبانی و ترویج حقوق بشر است. روز جهانی دموکراسی روز یک شنبه برگزار می شود. موضوع امسال بر هوش مصنوعی به عنوان ابزار برای حکمرانی خوب متمرکز است. دبیر کل در پیام برای این روز می گوید
این روز فرصت برای تقویت حفظ حمایت از آزادی بیان، حقوق مدنی و حاکمیت قانون است. تضمین نهادهای پاسخگو و حمایت و ترویج حقوق بشر است. اما از این روز در افغانستان زیر اداره طالبان چگونه بزرگداشت می شود؟ در بیش از 3 سال گذشته بر بنیاد گزارش های ملل متحد، شهروندان افغانستان با نقض گسترده حقوق بشر از سوی طالبان روبرو شدند و به ویژه زنان و دختران از حقوق بنیادیشان و ویژه در بخش آموزش و تحصیل محروم هستند. و پس این گزارش سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد نشان می دهد که 1,400,000 دختر از آموزش محروم ماندند. برخی از دختران می گویند که بر بنیاد آموزه های دین اسلام مردم حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند و از آزادی های فردی و اجتماعی برخوردار شوند. اما طالبان از همه حقوق زنان و دختران چشم پوشیدند. محصل طب مالجوی در یک از دانشگاه شهر کابل بودم که با آمدن طالبان و بسته شدن مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران، من هم مانند سایر دختران افغان از درس و تحصیل باز ماندم. بسته شدن مکاتب و دانشگاه ها بر روحیه و روان دختران تاثیر منفی گذاشته است، چون با بسته شدن مکاتب تمام آرزوها، اهداف و ارمانهای دختران از بین رفته است. شماره از شهروندان کشور میگویند که در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان آزادی های آنان سلب شده و حتی به حقوق بنیادی و نخستینشان دسترسی ندارند. از مهمترین و اساسی‌ترین مشکلاتی که ما با آن روبرو هستیم نبود آزادی هست. اینکه ما به عنوان شهروند افغانستانی و بالخصوص به عنوان دختر افغانستانی حق تحصیل نداره. 3 سال هست که دختران بالاتر از صنف 12 نمیتونن مکتب برن. روند مردم سالاری در افغانستان گواه فراز و فرودهایی بود. افغانستان از سال 1341 تا 1351 گواه دهه دموکراسی نیز بود و در این مدت 5 نخست وزیر رد و بدل شدند و گفته شده است که مردم از آزادی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بهره‌مند شدند. قانون اساسی افغانستان که در زمان حکمرانی محمد ظاهر شاه در سال 1341 هجری خورشیدی تهیه شد، ارزش‌های مردم سالاری را در افغانستان تضمین می‌کرد و برای نخستین بار پست‌های مقام‌های حکومتی به خاندان غیر شاهی منتقل شد. افغانستان از آن زمان به بعد چندین بار گواه تغییر قانون اساسی بود و در آخرین مورد پس از فروپاشی رژیم طالبان در سال 1382 قانون اساسی افغانستان در 12 فصل و 162 ماده تصویب شد و در این قانون مردم از حق رای، انتخابات و آزادی های مدنی بهره‌مند شدند. اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان این قانون بار دیگر از سوی طالبان نادیده گرفته شد. ادامه خبرها با چند خبر اقتصادی. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی زیر اداره طالبان 10 رشته آموزشی جدید را ایجاد کردند. مسئولان این اداره می گویند که رشته ترنم و فرهنگ نیز شامل این رشته ها است و جوانان در این رشته آموزش می بینند. از سوی هم اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی زیر اداره طالبان می افزاید که در 1 سال گذشته با 16 نهاد داخلی و خارجی تفاهم نامه همکاری امضا کرده است. والی خراسان جنوبی میگوید که در 5 ماه نخست سال روان هجری خورشیدی به ارزش 63 میلیون دلار به افغانستان کالا صادر شده است. رسانه های ایرانی از زبان این مقام ایران نوشتند که در این مدت سهولت های لازم در گمرک ها ایجاد شده و روند انتقال کالاها به افغانستان افزایش یافته است. ایران بزرگترین شریک تجاری افغانستان شمرده می شود، اما سهم صادرات افغانستان به ایران اندک است و قابل مقایسه نیست. نرخ ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای افغانستان: 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 52 پول، 1 یورو 77 افغانی و 2 پول، 1000 ریال ایرانی 1 افغانی و 65 پول.
1000 روپیه هندی 828 افغانی، 1 درهم امارات 18 افغانی و 93 پول و 1000 روپیه پاکستانی 249 افغانی. در بخش خبرهای جهان همین که گروه حوثی ها روز یکشنبه با موشک بالستیک مرکز اسرائیل را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل میگوید که این موشک به منطقه باز برخورد کرده است، اما این نخستین بار است که موشک حوثی ها با عبور از دفاع هوایی اسرائیل به مرکز این کشور رسیده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید که حوثی ها بهای سنگین خواهند پرداخت. حوثی های یمن روز یکشنبه با یک موشک بالیستیک اسرائیل را هدف قرار داد. سخنگوی حوثی ها میگوید که در این حمله از موشک بالیستیک مافوق صوت کار گرفته شده که در 11.5 دقیقه 2040 کیلومتر را طی کرده و به مرکز اسرائیل رسید. بامداد امروز در سراسر مرکز اسرائیل زنگ خطر به صدا درآمد و گنبد آهنین نتوانست این موشک را رهگیری کند و به گفته ارتش اسرائیل به یک منطقه باز برخورد کرده که سبب آتش سوزی شد. در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است، اما الجزیره گزارش کرده که 9 تن در جریان تلاش برای پناه گرفتن خود را زخمی کردند. با این حال حوثی ها هشدار داده است که حمله های بیشتر بر اسرائیل انجام خواهد داد. وقد نفذت العمليه، این عملیات با موشک بالستیک مافوق صوت جدید انجام شد که توانست به هدف خود برسد و سامانه های پدافندی دشمن موفق به رهگیری و مقابله نشدند. مسافت 2040 کیلومتری را در 11.5 دقیقه طی کرد. در همین حال نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در نشست کابینه‌اش هشدار داد که گروه حوثی بهای سنگین خواهد پرداخت. صبح امروز حوثی ها یک موشک زمین به زمین از یمن به خاک ما پرتاب کردند. آنها باید تا به حال می دانستند که حالا ما به هر تلاش برای آسیب زدن به ما بهای سنگین متحمل می کنیم. هر کسی که نیاز به تذکر در این مورد دارد می تواند از بندر حدیده بازدید کند. هر که به ما حمله کند از حمله ما در امان نخواهد بود. خود به گولن و چفونه. حوثی ها در ماه جولای با هواپیمای بسرنشین یک مرد را در اسرائیل کشتند و 4 تن دیگر را زخمی کردند. در پاسخ اسرائیل بندر حدیده را آماج حمله قرار داد که در نتیجه 3 تن کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند. از آغاز درگیری میان حماس و اسرائیل حوثی های یمن دریای سرخ را برای حمل نقل دریایی ناامن کرده و کشتی های با مقصد اسرائیل را هدف قرار می دهد. این در حالی است که درگیری ها در غزه همچنان ادامه دارند. روز یکشنبه بخش های از نوار غزه هدف حمله های هوایی قرار گرفت که در نتیجه 7 تن کشته و شماری نیز زخمی شدند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 24 تن کشته و 57 تن دیگر در سراسر غزه زخمی شدند. در اخیر همچنان خبر از جهان ورزش. رقابت‌های فوتبال میان 10 تیم در ولایت هلمند راه اندازی شده است. این مسابقات در شهر لشکرگاه برای یک ماه ادامه خواهد یافت. در دیدار نخست این رقابت‌ها تیم ریحان با نتیجه 6-1 تیم سازش را شکست داد. رقابت‌های 3 روزه والیبال در ولایت میدانوردک با قهرمانی تیم سیابزوآب به پایان رسید. این تیم در بازی نهایی با نتیجه 2-1 تیم لیسه عربان را شکست داد و قهرمان شد. رقابت های کورش میان 33 ورزشکار در ولایت قندوز برگزار شد. این مسابقات از وزن 60 تا 100 کیلوگرم در بخش جوانان و بزرگسالان برگزار شد. در پایان این رقابت ها سلطان بیگ در وزن 60 کیلوگرم، چمکار در وزن 66 کیلوگرم، اجمل در وزن 73 کیلوگرم، ادریس در وزن 81 کیلوگرم، امید در وزن 90 کیلوگرم و علا مراد در وزن 100 کیلوگرم مقام نخست را از آن خود کردند.
پایان مجموعه خبری امشب. سپاس از این که تا این دم همراهی مان کردید. برای دستیابی و جزئیات بیشتر گزارش‌ها و خبرهای تازه فراموش نکنید که صفحات اجتماعی و همچنان وبسایت آمو را در نشانی amu.tv دنبال کنید. شب روزتان بخیر، خدا نگهدار.